بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه دانشجویان عزیز، هر جایی که هستن در پناه خداوند باشین. دوستان عزیز، درس امروز رو شروع میکنیم با ویدیوی جدید، با بحث جدید انشاءالله در ادامه بحث‌های قبلیمان. پیش از این که ما روی موضوع جدید بپیشیم، دوستان شما نیاز دارین که موضوعات قبلی رو یک مرور بزنین، مفاهیم و موضوعات کلیدی رو باید جستجو بکنین و اون مفاهیم یاد بگیرین، بعد بیاین روی موضوعاتی که ما امروز روی آن چی میکنیم بحث میکنیم. دوستان عزیز، پیش از اینکه روی موضوع جدید ما بحث بکنیم، چقدر خوب هست که ما بریم موضوعات گذشته رو یک مرور بسیار سطحی و کوتاه بکنیم تا پیش زمینه فکری برای شما آماده شون تا بریم به درس چی جدید. دوستان عزیز، ما در جلسه قبلی، در ویدیوی قبلی، ما روی شرح وظایف مدیر پروژه بسیار با دقت صحبت کردیم و نکات بسیار اساسی و کلیدی را در که شامل لیست وظایف مدیر پروژه می شد ما عنوان کردیم، که از آن جمله مدیریت اهداف، کنترل کردن پروژه بود که یکی از بحث‌های بسیار مهم بود، مدیریت بودجه و کنترل هست، مدیریت زمان بود که چگونه باید در چارچوب زمان پروژه عملیاتی شد که زمان بسیار مهم هست در ساختار مدیریتی، مدیریت منابع انسانی بود که نیروهای مؤثر در ساختار پروژه جا بگیرن و افراد ضد دخل و کسانی که در پروژه سهیم هستن، افکارشان تاثیرگذار هستن، اینها رو باید شناسایی بکنن. مدیریت ارتباطات بود، مدیریت کیفیت بود، مدیریت تدارکات و مدیریت خطر. دوستا، بحث های بیشتر اینها رو که شما بیشتر بفهمین، جلسه قبلی رو برین مرور بکنین تا مفاهیم کلیدی امروز که ما مرور کردیم اینها در ذهن شما قرار بگیرن و جا بگیرن. دوستان، بحث با موفقیت پروژه شروع می‌کنیم. بعد از اینکه ما لایحه وظایفی مدیر پروژه را بحث کردیم، حالا ببینیم که موفقیت پروژه چی هست، چه زمان پروژه موفق میشن. این بحث خیلی خوب و اساسی است. امیدوار هستم که با توجه و ساختارهایی که در اینجا وجود دارن ما شما بتانیم این ساختارها را چی کنیم ادامه بدیم. موفقیت و شکست پروژه بر اساس معیارهای معین قابل تشخیص است. دوستان، یک سیستم معیارهایی وجود دارند در بحث موفقیت و شکست پروژه که ما با استفاده از این معیارها میتونیم تشخیص بدیم که پروژه موفق بودن یا نبودن. خب این معیارها ممکن است فعلا مبهم باشن، ولی با باز کردن این مفاهیم ما میتونیم این خصوصیات را که شامل موفقیت و یا عدم موفقیت پروژه میشه برای شما عنوان بکنیم تا شما بفهمین که چه زمانی یا در چه وقتی یا در چه حالتی یک پروژه موفق است، یعنی در چه حالت یک پروژه با شکست مواجه میشه. که شما وقتی در لیول مدیر پروژه قرار میگیرین، شما بتونین این مفاهیم چیکنین بشناسین. لذا پروژه هایی که معیارهای زل را تکمیل نماید، یک پروژه موفق به شمار میآید. ما میتونیم که این معیارها را چیکنیم عنوان بکنیم. در صورتی که مطابق بودجه در نظر گرفته شده، زمان تعیین شده و اهداف مشخص شده تکمیل شده باشد، پروژه موفق ارزیابی میگردد. دوستان، چیزی که مهم هست در اینجا است که مطابق بودجه‌ای که تعیین شده، یعنی بودجه یک اصل اساسی است در چی؟ در خود مدیریت پروژه. اگر در چارچوب بودجه پروژه تکمیل شده باشند، چیزی که از ابتدا اینا تخمین زده بودند یا پلانگذاری یا بجتینگ کرده بودند، ای اگر که مطابق بودجه باشن، احساس موفقیت در پروژه چی میشه؟ بیشتر میشه. و دوم، نقطه دوم که در اینجا مطرح میشه، زمان تعیین شده. پیش از اینکه شما روی مسائل بعدی فکر بکنین، اول در چارچوب بودجه فکر میکنین که بودجه در چارچوب بودجه پروژه تحقق یافته یا خیر. دوم، زمان تعیین شده که ممکنش 4 ماه باشد یا 6 ماه یا 1 سال، پروژه یا سایکل پروژه در این زمان چرخش میزنه، آیا در این زمان معین پروژه تکمیل شده یا خیر. این هم میتونه که نقش اساسی در موفقیت یا عدم موفقیت پروژه چیکونه بازی بکنه. و اهداف مشخص شده تکمیل شد، یعنی اهداف پروژه، چیزی که ما از ابتدا به عنوان هدف کلی پروژه مطرح کردیم، در ختم نظر به بودجه، نظر به زمان، اگر این هدف ما به دست بیاریم، ما میتونیم که بگیم پروژه موفق بودن. یعنی ما میتونستیم بر اساس ارزیابی که صورت گرفته اینطور عنوان بکنیم که اگر پروژه مطابق بودجه، مطابق زمان و مطابق اهدافی که ما تعیین کرده بودیم تکمیل شده باشه، پروژه موفق ارزیابی میشه. در غیر صورت پروژه موفق نیست، باید روی بازنگری صورت بگیرد. پروژه رضایت مشتری و تمویل کننده را به دست آورده باشد. ضمن از اینکه ما در ساختار داخل پروژه را از لحاظ بودجه، زمان و هدف تحلیل و آنالیز میکنیم، ما نیاز داریم که رضایت مشتری و تمویل کننده را در اینجا مورد ارزیابی قرار بدیم. اگر که پروژه شما رضایت مشتری را به دست نیاورند یا چیزی که مشتری خواسته باشند، پروژه به اون شکل
تنظیم نشده باشند یا ساخته نشده باشند، ما نمیتونیم که چیکنیم پروژه رو موفق بگیم. و یا کسانی که تمویل کننده پروژه بودند، این رضایت اینها در سطح پروژه بسیار مهم هست. دوستان اگر شما ممکن است یک مثال ساده میزنیم، اگر یک دیتابیس برای کمپانی طراحی کرده باشین ولی دیتابیس کارهای کمپانی را، اطلاعات کمپانی را بر اساس که ذخیره بکنه دیتا را، پروسس بتا یا سهولت هایی که کمپانی شما خواسته بودن، شما دیتابیس شما یا سافتویر شما اینها را برآورده نکنن، دقیقاً که رضایت مشتری کسب نمیشه. پس موفقیت پروژه بر و رضایت مندی مشتریان شما هم چی میگیرن؟ قرار میگیرن که یک از بحث بسیار مهم در سطح موفقیت پروژه چی شدن؟ تعریف شدن که خیلی اساساً و اصالتاً که ما اگه صحبت بکنیم رابطه به اهداف پروژه، شما از اهداف پروژه در ابتدا تعریف میکنین، ضروریات و نیازهایی را که تیم شما میرن از محیطی که شما پروژه را میخواین در اونجا بسازین جمع‌بندی میکنن، نیازها، کارکرد ممکن است یک پروژه سافت‌وری را یا مثلا فانکشن هایی که نان فانکشن است یا که فانکشنال است، اینها را اجرایی میکنه. شما پیش از پیش باید اینها را به صورت دقیق شناسایی بکنین و تعریف بکنین و مطابق امین کارکردها پروژه را چی کنین؟ عملیاتی بکنین که رضایتمندی مشتری چشان بیشتر شوند. اگر چنین چیزی را پیش از پیش شما تعریف نکنین، در گذر زمان شما مشتری را داخل نسازین در ساخت پروژه، در نظراتشان شامل کارهای پروژه نکنین، در جایی که شما با چالش کشیده میشین، در جایی که شما با مشکل مواجه میشین یا نظرات مشتری رو در اونجا باید داشته باشین، مطابق میل مشتری باز موقع شما پروژه رو چیکونین؟ طراحی بکنین. نتیجه نهایی پروژه مطابق به اهداف تعیین شده پروژه باشد. نتیجه ای که شما از پروژه میگیرین باید مطابق هدف پروژه باشد. باز هم عنوان میکنم، در اهداف گذاری شما معمولا یک هدف کلی دارین، چندین اهداف جزئی دارین. اهداف جزئی تان اختصاصی فرعی است که از اهداف کلی چی شدن؟ استخراج شدن، یعنی گرفته شدن. بازتاب نتیجه اهداف فرعی شما نتیجه اهداف کلی رو چی میکنه؟ ارائه میکنه. پس ما نتیجه میگیریم که نتیجه نهایی پروژه باید مطابق اهداف کلی باشن. یعنی اگر نتیجه نهایی پروژه مطابق اهداف کلی نباشه که از پیش تعریف شده است، پس موفقیت پروژه کم بوده و باید در ساختار پروژه یا مکانیزم پروژه بازنگری صورت بگیرند. پس همیشه نتیجه در ساخت یک پروژه دوستان عزیز بسیار مهم هست. شما نیاز دارین که در ساخت پروژه نقاط بسیار کلیدی و استراتژیک مد نظر بگیرین تا موفقیت پروژه در ساختار، در کارکرد، از لحاظ بودجه و زمان برای شما چی شود؟ تعیین شود. در اینجا این بحث به صورت مروری مطرح شدن که به صورت کلی، یعنی ما میتونیم به صورت کلی موفقیت پروژه را به این شکل عنوان بکنیم. اما در گزارشی که گروه تحقیقی استندیش در سال 2013 برای موفقیت تعیین کرده بودند، اینها یک معیارهای بسیار متفاوت را مد نظر گرفتند که امروز روی اینها هم بحث میکنیم که دوستانی که میخواهم که پروژه را بعد از اینکه به نتیجه میرسن ارزیابی بکنن که آیا پروژه موفق بودن یا خیر، بتونن طبق این معیارها پروژه خود چی کنن؟ مورد بازرسی و بازپرسی قرار بدن. اما در اصل ما میتونیم که در ساختار پروژه های تکنولوژیکی، چون پرخطرترین پرریسک‌ترین پروژه ها در سطح دنیا پروژه های تکنولوژیکی است، اگر پروژه را ما از یک نقطه آغاز میکنیم به نقطه بی خاتمه میتیم و نتیجه که ما به دست میاریم با هدف پروژه همسانی نداشته باشن، این یک چالش بسیار کلان، یک ریسک کلان هست. پس همیشه در ساخت پروژه، در استپ ها یا قدم هایی که شما برمیدارین در ساخت پروژه، باید بسیار دقیق و بسیار روشن برخورد بکنین تا دوچار کدام چالش نشین. این نکات که گزارش گروه تحقیقی انجام دادن چی هستند دوستان؟ یک از این مسائل همکاری اعضای اجرایی یک اداره است که اعضای اجرایی که در سطح پروژه کار میکنن، اینها باید چی کنن؟ همکاری داشته باشن. اگر اینها همکاری نکنن، پروژه به صورت درستش موفق نمیشن. یعنی به خاطر که ما بتوانیم موفقیت پروژه را بالا ببریم، همکاری اعضای اجرایی در اینجا چیستن؟ مهم است. دو، داخل بودن استفاده کننده های پروژه در اجرای پروژه. کسانی که از پروژه استفاده میکنن، معمولا شما وقتی که در پروژه های تکنولوژیکی کار میکنین، پروژه های تکنولوژیکی یک بردی، یک بخش خاصش مربوط مشتریان میشه. مشتریان باید داخل باشن نظراتشون در چی؟ در قسمت ساخت پروژه. ممکن است شما یک اینترفیس جور میکنین که از طریق این اینترفیس شما بتونین دیتا رو به سمت سرور چیکونین؟ بفرستین. این اینترفیسی که شما طراحی میکنین مطابق میل
مشتریان نیست چیزی که اونا میخواین یا امو از مکانیزم ACI یا Human Computer Interaction دقیق استفاده نشده تا رابط انسان با تکنولوژی را یا رابط یوزر یا کاربر با محیط تکنولوژی یا محیط پروژه چی کنن؟ سهولت آور بسازن. یا شما پروژه را که میخواید بسازین علم ارگونومیک در او مد نظر نگرفتین. علم ارگونومیک به این معنی است که هر کار کرد هر چیز در جای خاص خودش چی بگرن؟ قرار بگرن که بتونه پروژه چی باشن؟ موفق باشن. پس دخیل بودن مشتریان در ساخت پروژه بسیار مهم هست. شما میشه نظرات اونها رو داشته باشین، ببینین که اونها نظر به تجربه خود، نظر به نیاز خود چی میکنن. چون نیاز مشتری است که شما میخواین چیز رو بسازین. اگر شما مطابق نیاز مشتری نسازین دقیقاً پروژه موفق نمیباشن و شما ممکن است دوباره با چالش کشیده شوین، دوباره باید نیازهای مشتری رو جمع‌آوری بکنین، دوباره پروژه رو چی کنین؟ دوباره آغاز بکنین. یکی از چالش های بسیار مهم هست که شما را در موفقیت پروژه کمک می کنه. داشتن یک مدیر با تجربه و مسلکی. نکته دیگری ایست که در سطح پروژه باز هم اول لایه وظایف مدیر پروژه را ما به دقت بحث کردیم، اما در اینجا ما یک مدیر با تجربه در سطح پروژه نیاز داریم که همیشه امو مهارت هایی را که ما به مدیر پروژه اختصاص داده بودیم که باید داشته باشه از اینها استفاده بکنه تا سطح موفقیت پروژه را بالا ببره. این یکی از بحث های خیلی جالب هست و اساساً و اصالتاً مهم در بحث مدیریت است. نکته دیگری که گزارش تحقیقی مطرح کردن داشتن اهداف واضح است. دوستان در هر تحقیق در هر پروژه اگر اهداف مشخص نباشند دقیقا شما در ابهامات پیش میرین و این ابهامات چه از لحاظ فردی، گروهی، تیمی و پروژه‌ای شما رو به شکست مواجه میکنه. پس همیشه به هر کاری که دست میزنین اهداف رو باید مشخص تعریف بکنین، مطابق اهداف باید شما کارهای عملیاتی خود شروع بکنین تا هدف چی کنین به دست بیارین. ما گفتیم پروژه مدیریت پروژه رو گفتیم یک سلسله فعالیت ها مهارت ها هستن که ما رو به هدف پروژه چی میکنه؟ نزدیک میکنه. پس چیزی که مهم هست هدف هست. هدف باید در ابتدا تعریف شون، مطابق هدف حرکت بکنیم تا موفقیت پروژه چی شون حاصل شون. متاسفانه در اکثریت پروژه های تکنولوژیکی دوستانی که در گروپ هستن کار میکنند هدف پروژه رو بسیار دقیق روشن نمیسازن، مطابق هدف پروژه کارکرد های پروژه را واضح نمیسازن. کارکرد های پروژه باعث میشن که افرادی که میخواین پروژه تکمیل بکنن مطابق اهداف، مطابق همون کارکرد های پروژه پیش برن تا پروژه چی شون تکمیل شون. پس ما خلاصه میکنیم که داشتن اهداف یکی از مهمترین رکن موفقیت چه در سطح فردی، تیمی و گروهی هستند. قابل جمع بودن و کوچک بودن حوزه های کاری در پروژه هستند دوستان. نکته دیگر استفاده از ابزار و تکنیک های استاندارد در پروژه است. ما گفتیم ابزار نقش اساسی در موفقیت پروژه بازی می کند که اینها را هم باید داشته باشیم. استفاده از روش مدیریتی مناسب به محیط هست. ما باید علم مدیریت بیشتر بفهمیم تا خوب مدیریت بکنیم. داشتن پلان واضح و دقیق است. زمینه که شما هدف گذاری میکنید پلان دقیق باید داشته باشین. سنجش دقیق بودجه و زمان مورد نیاز هم باید بودجه را دقیق شما سنجش بکنین، هم نیازها را باید زمان مورد نیاز که برای تحقق پروژه شما نیاز دارین مورد مطالعه قرار بدین، باید دقیق باشین تا پروژه موفق شون. داشتن کارمندان متحد و ماهر، چیزی که بسیار یک اصل است داشتن کارمندان متحد و ماهر هست که باید اینها را شما همیشه با خود داشته باشین و بودن اینها موفقیت پروژه را چی میکنه؟ بیشتر میکنه. ایجاد احساس مالکیت در پروژه، شما احساس بکنین که تیمتان خودتان در پروژه مالک پروژه هستین و باید را آنچنان کار بکنین رویشان تا موفقیت پروژه حاصل شد. دوستان عزیز این بحث موفقیت پروژه بود که چند نکات بسیار اساسی که در کتاب شما درج شده بودن ما خدمت شما ارائه کردیم که موفقیت پروژه یک سلسله نکات بسیار کلیدی هستند که باید مد نظر گرفته شود تا ما بفهمیم که پروژه موفق بوده یا خیر. از آن جمله ما گفتیم که در چارچوب بودجه، زمان و هدف پروژه باید چه شوند؟ آنالیز شوند تا ما بدانیم اگر مطابق زمان، بودجه و هدفی که ما پیش از پیش تعیین کرده بودیم پروژه بود، میتونیم که پروژه موفق بگیم و رضایت مشتریان مهم بودن و نتیجه نهایی مطابق هدف باشن تا پروژه ما آنالیز بکنیم به عنوان پروژه موفق. در غیر صورت پروژه ناموفق است، شما نیاز دارین که پروژه رو بازرسی بکنین. خلو نکته دیگری در گزارش تحقیقی ما مطالعه کردیم که 10 نکته بسیار اساسی و استراتژیک مطرح کرده بودن به خاطر چی موفقیت پروژه، که این نکات ما یک و یک روش بحث کردیم که از همکاری اعضای تیم تا داشتن اهداف واضح تا داشتن پلان واضح و دقیق و همچنان ایجاد احساس مالکیت در پروژه که همه اینها دست به دست هم میتن
یک جا میشن تا موفقیت پروژه رو چیکنه رقم بزنه. پس همیشه در ساختار پروژه کوشش بکنین که از نکات بسیار اساسی و کلیدی برای تخمین موفقیت پروژه استفاده بکنین تا احساس شه که پروژه شما موفق بوده و کارهایشان بیشتر بوده. خب دوستان عزیز، درس امروز در اینجا ما تمام میکنیم. شما رو به خداوند یک تا میسپارم تا ویدیوی بعدی. الله نگهدار شما.